این خوانندگان از جان سازمان طلبگی موسسه تسلیم میانه عمومی رقم 10 نویای فرخور میباشند. بیرون از مشغولیت های درسی از روی نقشه سازمان طلبگی به منزل استقامتی اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی آمده از حال و احوال آنها با خبر میشوند. وطن دوستان نورس در حوالی حکیم رحمانوف و کارهای روبیچین حوالی کمک رسانیدند. حکیم رحمانوف اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بوده 93 سال دارد. این مدال و اردن ها نشان خدمت های او برای وطن میباشند. حکیم رحمانوف بعد جنگ به وطن برگشته در وطن اویله برپا نمود. امروز او با بوی 70 نبره میباشد. برای پول نرفتم، برای وطن خدمت کردن رفتم. خلق و عذاب و عقوبت آزاد کردن رفتم. برای همین من از شما منتظرم که مرا خبر گرفتن. همخوری زور میکنن، خبر میگیرن، خودواری میتن، آمده هم میره خدمت های ما را به نظر میگیرن. قهرمانان هرگز فراموش نخواهند شد. در عرفه عید غلبه از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی با مبلغ 2000 سومانی پول تقدیم کرده شد. از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در حجم 500 سومانی پول گرفتند. از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخور و اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در حجم 300 سومانی پول تقدیم کرده شده و خانه های آنها مواد های آذوقه‌واری برده رسانیده شد. شماره اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی سال از سال کم می شود. در ناحیه فرخور سال 2016 همگی 16 نفر باقی ماندند. 6 نفرشان بیمار بستری هستند. کارنمایی آنها هرگز فراموش نخواهند گشت. آنها همیشه زیر نظارت و غمخوری همه جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند.